ابتدا من 10-15 دقیقه اول شروع کنم در مورد ارزیابی فضای انتخاباتی مجلس نهم طبق وعده و چیزی که از من خواستم. انتخابات من از منظر راهبردی نگاه میکنم، نه از منظر درستی یا غلطی، چون از منظر درستی و غلط بودن انتخابات یا برحق بودن یا برحق نبودن انتخابات این مسئله تقریبا حل شده ایست بین کسایی که توی این تالار وجود دارن یا بین نیروهایی که حالا به نوعی به اپوزیسیون شناخته میشوند یا حتی اپوزیسیون دموکراتیک‌ها. ولی انتخابات مجلس نهم به نظر من در یک فضای خاصی برگزار شد و این فضا رو من سعی میکنم از منظر یک حاکمیت بشکافم، بعد از نظر که به صلاح اپوزیسیون که گرایش‌های مختلفی داره بشکافم و بعد دور دوم بحث رو به شکل دیگه با توجه به بحثی که آقای فتحی و سوالایی که بحث دوستان دارن ادامه بدم. به طور کلی انتخابات مجلس نهم با تاکید آقای خامنه ای بر این منظور برگزار شد که به حاکمه به نیروهای مخالف حاکمیت چه در داخل و در چه در بیرون و در این حال مهمتر به قدرت های غربی نمایش ثبات بدهد، نه نمایش مشروعیت. به نظر من این دوتا خیلی فرق داشت و از نظر من در کوتاه مدت حاکمیت موفق شد. یعنی به نظر من یک بحث راه بردی است، یعنی موفق شد که نمایش ثبات بدهد به غرب و به آمریکا که ما ثبات داریم. چون مسئله مشروعیه برای این حاکمیت به خود آقای خامنه‌ای یه امری است که فعلا مانورش امکان پذیر نیست. یعنی درست سیاست انتخاباتی مجلس نهم مخالف انتخاباتی ریاست جمهوری دهم بود. در انتخابات ریاست جمهوری دهم بحث مشروعیت بود که با یک قدرت حد اکثری بتوانند با غرب گفتگو کنند که جنبش سبز این مقدار اینو به هم زد، با یه رأی 25 میلیونی وارد بشن و بعد اعلام کنن که این مشروعیت عددی وجود داره و ما به سلام نماینده رئیس جمهوری که میاد نماینده قدرتمند به سلام مردم خودش جنبش سبز اینه به هم زد. اما در مجلس نهم حد توان و توقع خودشان رو پایین آوردن، با توجه به شرایطی که داشتن تلاش کردن که نمایش ثبات بده. این منظور من این نکته راه بردید، حالا که کدام جناهه و در این حال آقای خامنه ای یک چیزی برای اولین بار ارنج کرد. ارنجش هم این بود که بعد از این یک جناه چپ داشته باشه و یک جناه راست داشته باشه. جناه چپ منظور جناه چپ خودش یک دست راست یا دست چپ داشته باشه که جبهه بارگاری به عنوان جبهه دست چپش و جبهه متحد به عنوان دست راستش وارد انتخابات شدن و کشمکششون در اصفهان و تهران و شیراز و مشهد در حقیقت باعث وز کشیشان میشه. در شهرهای درجه دو و درجه سه عملا بین کاندیداها تفاوت چندانی نبود. یک انتخابات بسیار پرخرجی بود ولی خب میگن بعضی حوزه های حتی در شهرهای درجه دو مثلا قزوین اینا این کاندیدا برای رفتن به مجلس باز 800 میلیون تومان لاغر پول خرج میکرد. حالا یه سیستم پیچیده ایش حالا من توضیح خواهم داد که واقعا چه روزنامه های نجومی و افسانه هستش. یه زیر مجموعون هایی هم در این انتخابات وجود داشت. ظاهرا تیم احمدی نژاد قدرتمند در انتخابات ظاهر نشده ولی کاندیده های منفرد و در شهرها کوچیک میاد و اونا مرعوب میشن معمولا به وسیله تیم هایی که کاندیده های در اصفهان و تهران یا شیراز میاد و با توجه به اتوریتی که آقای خامنه‌ای بر کل حاکمیت مطلق ساختار قدرت داره یک کاندیدا اگر بخواهد دوست آقای احمدی نژاد باشد، میدونیم که با آقای خامنه‌ای سخت باشه این عملا ممکن نیست. یکی انتخابات فعلی مجلس برای آقای خامنه‌ای به طبع همون نمایش ثبات بود و تا حدودی هم تقریبا به خواسته خودش رسید. اما باید ببینیم بحث منم بحث کاملا کوتاه مدت هست و اینکه میان مدت جمهوری اسلامی چه خواهد شد یه بحث دیگه است، چون جمهوری اسلامی حکومت روزمره است
و با توجه به هیجانات و مسائل جهان نگاه میکنه. یک چیزی هست که با یک نقل قولی از آقای خامنه‌ای هست که میتونه به خصوصی بگوید، میگه آمریکا وارد منطقه شده با حمله به افغانستان و عراق، دچار خطا شده و برای ما اون استراتژی ایجاد کرده، ما از فرصت‌های محدود استفاده میکنیم تا بتوانیم به صورتی کاری کنیم که نظام پایدار بشه. انتخابات هم تو همین چارچوب به نظر ما تحلیل کرد و اینا سعی کردن به نوشت ثبات برسن، ولی من بخود دیگه برای من مهم هست باید به اینهای اپوزیسیون، یعنی اپوزیسیون حالا اینجا که میگم اپوزیسیون دموکراسی خواه، یعنی اپوزیسیون دموکراسی خواه منظور میده این اپوزیسیون به صورت با شعار براندازی و وارد نمیشه، ولی ممکن است در سمجین شعارها تا اون حد هم بره، بلکه بیشتر آزادی های مشخصی طلب میکنند و اون پیگیری میکنند. اپوزیسیون دموکراسی ها توی روندی به صورت به چی رسید؟ به عدم شرکت رسید، ولی عدم شرکت از یک طرف میتواند به عنوان یک مفهوم درست در انتخابات، یعنی یک موضع‌گیری به ناگزیری که باید بگیریم مطرح بشود، بودنش باید مطرح بشود. اینجا سوال بزرگی که اپوزیسیون باید پاسخ بدهد، اپوزیسیون دموکراسی خواه آیا به اون وحدت به اون امتیازی که میخواست رسید؟ به نظر من آقای خاتمی و بخشی از اصلاح طلبان فکر میکردن با شروط چهارگانه امکان عقب نشینی حاکمیت هست. در اون نامه 143 نفر که بنده من امضا کننده هاش بودن، من اعتقاد داشتم که حکومت عقب نخواهد نشست و آقای خامنه ای هم عقب نخواهد نشست، ولی برخی که امضا نامه را امضا کرده بودن میتونه داشتن که حکومت عقب خواهد نشست. به نظر من آقای خامنه ای نمیتوانست عقب بشینه، به این خاطر خود به خود او معتقد بود که فضا باید فضای انتخاباتی باشه. اینجا دو دیدگاه مطرح بود، نه به مفهوم شرکت بلکه به مفهوم ملتهب کردن فضا و ایستادن روم از موازه. عدم شرکت همون تحریم منفعل که از نظر من این پیروز شد، یعنی تحریم منفعل پیروز شد، و از یه طرف دیگه به صلاح معروف شرکت در انتخابات اگر به صلاح امکانی بهش داده شد. خب وقتی که آقای خامنه ای اجازه داد در عمل شرکت در انتخابات با عدم عقب نشینی، این با یه اتفاقی که افتاد حتی اصلاح طلبانی که داخل حکومت بودن و در انتخابات شرکت میکردن هم خسته بودن و انگیزه شرکت در انتخابات نداشتن. خود بخود یک مانع انفعال به تحریم منفعلی شکل. حالا چرا تحریم منفعل؟ این به نظر من باید توی اپوزیسیون ایران بهش توجه بکنه، به خود اپوزیسیونی که نگاه به داخل داره، یکی که در جامعه‌ای که نهادهای مدنی قدرتمند نیستن، در جامعه‌ای که در شهرهای کوچک فقط دولت وجود داره، در جایی که به دسترسی به رأی مثلا دسترسی به آرای مردم وجود نداره، تحریم چگونه اصلا میخواهد به گوش مردم برسه؟ چگونه میخواهد سازمان داده بشه؟ این خاطر از دوره مشروطه به بعد هر بار انتخابات در ایران شده معمولا یک آمار 40-50% اعلام کردن، یعنی به عبارتی تحریم وقتی میتواند مؤثر باشه که شما حضور خیابانی داشته باشید، تحریم وقتی میتواند مؤثر باشه شما بتوانید در مقابل شرکت یک حرکت یا اکسیونی انجام بدید. عملا این امکان‌پذیری نبود برای اپوزیسیون. یک دومی که مردم ایران معمولا وقتی وارد یک پدیده میشن که اون بستر باشه، مثلا بیان رأی بدن بعد بگن رأی من چی شد، یکی از اول بگن در این اون امری شرکت نمی کنن، در عمل کلیشی صورت نمی گیره. امکان داره یک موضع درست باشه، ولی ما باید از موضع ما برآورد داشته باشیم، یعنی ما نیاد تحریم منفعل کنیم به تحریم بگیم اسمش تحریم فعال بود. به نظر من برآورد معمولی این بود که اقشار متوسط شهری با حکومت قهر کردن، در مرحله قهر تحریم فعال صورت نمیگیره، تحریم منفعل صورت میگیره، یعنی خودش یک اقدام مناسب هست، ولی واژه تحریم فعال نمیشود با واژه نمیشود تحریم منفعل فعال کرد یا بعکس کرد. به عبارتی اینجاست که یک سوال باید پاسخ بدید، میشد کاندیدا معرفی کرد تا لحظه آخر رو شروع چارگانی حتی آقا خاتمی وافتاد و همه رد میشدن تا روز انتخابات شما متعمل بود، میشد میرفتی بیا آقا در هر شرکت در هر حالت در انتخابات شرکت میکنیم، خب این که اصلا یک چیز غیر ممکنی بود، میشدن بیا بگی آقا جمعانی شروع داریم اگر نریم ما شرکت نمی کنیم، و من مطمئن بودم که آقا خامنه‌ای تن نخواهد داد و شرکت صورت نخواهد داد.
ولی خستگی که من در خود حتی اصلاح طلبای حکومتی در این دوره میدیدم، مطمئن بودم تو اونا هم دیگه نمیتوانم، یا به عبارتی هنوز حال شرکت کردن من رو میدارد، حال شرکت کردن به نظر من نامده بود. و این یه محلوکتی بسیار ظریفیه که باید به دقت شد. بحث منم گفتم بحث راه بردی. حالا باید دید که چگونه میشود در ایران یک عملی که شما نمیتونید به طور معروف نمیخواد شرکت کنی، واقعا تبدیل به عدم شرکت کنی، همون حتی اون 30% 40% مخاطب شما. چون معمولا در انتخابات در ایران وقتی به طور مبارک میشود که اون 30% شهری وارد انتخابات بشن و فضای انتخابات رو بگیرن دستشان، مثل جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم یا انتخابات دوم خرداد، و تا حدی بتوانن به فضای سیاسی تاثیر بذارن. چون معمولا یه 20% 25% در ایران در این شرایط در انتخابات شرکت نمیکنن و اینا تعداد کمی هم نیستن. در انتخابات ریاست جمهوری دهم آمار واقعی 32 تا 34 میلیون، نه 39 میلیون. این آمار درست نیست، ولی همین 20% که میاد و فضای انتخاباتی شرکت میکردن این بار اصلا انفعال بودن، یعنی اصلا قهر کرده بودن. یعنی وقتی جنبش سر اومد اعتراض کرد احضار شهری زورش نرسید، قهر کرده. ما امیدواریم به مرحله انفعال نرسه، انفعالی که دیگه باهم به هر جهت هرچی شد و کاملا دیگه انگیزه ورود به کارش سیاسی هم از دست بده. حالا بحث من اینه، اپوزیسیون دموکراسی خواه، اپوزیسیونی که مثلا معروف میخواهد با توجه به توان جامعه مدنی ایران، با توجه به توان مردم، نه شعارهای ذهنی وارد صحنه بشه، باید این مرحله رو خوب تحلیل کنه و خود انتخابات و چیزهایی که به نام کنش انتخاباتی در ایران مطرح شده خوب بررسی کنه. یعنی حاکمیت چی میخواست و چی به دست آورد در این انتخابات. این بحثی که مجلس دوم چی هست و خوب است و بد است نیست، بحث راهبردی است. در این طرف هم باید مشخص بشه که اون اقشار مخاطب که با اپوزیسیون دموکراسی خواه وست هستن چقدر توانایی دارن و چگونه میشه ازشان استفاده کرد. اگر تشخیص به اصطلاح موقعیت در راهبرد درست نباشه، معمولا ما نمیتوانیم در اون بزنگاه های ورود استراتژی اون چی که میخواییم پیاده بکنیم. مثلا من بحث دارم با یه جمله از آقای توکلی به احمد توکلی به پایان میبرم. میگم من اعتقاد داشتم که من به موسوی بخواستم رای بدم، ولی نیروی که پشت موسوی قرار گرفت اپوزیسیون نظام میشد، اما نیروی که پشت احمدی نژاد قرار میگرفت نمیتوانیم حتی اگه احمدی نژاد هم بخواهد اپوزیسیون نظام بشه. ببین این امر بسیار ضعیفی بود. یعنی در تاریخ ما یه 20 سالی مردم نمیان به مطلقا رای میدن، میان به یک سری مثلا مینیموم ها رای میدن و در مقام قدم بقدم یه سری چیزهای درست بشه. این یک نوع مثلا معروف، این یک نوع تیزهوشیه. این تیزهوشیه دوباره باید مثلا به کار گرفت و در اون به زنگاه استراتژی درکش کرد. اینجاست که من نمیدونم چقدر وقت دارم، اگه حرف بنویسید که من زیادم هم حرف نزنم، چون این رعایت وقت خودش یه چیزه، یه اصله. خواهش میکنم موجود برنامه میزان وقتی که من دارم بنویسه تا من بحثم چیز کنم. خب من 3 دقیقه وقت دارم. ببینید با توجه من بحثم رو جمع میکنم، حتی سعی کنم دوتر از 3 دقیقه تمام کنم. بحث من این بود که ارزیابی انتخابات مجلس نهم چند تا چیز رو ما نشان داد. یک اینکه حاکمیت دنبال ثبات بود، نه دنبال مشروعیت، دنبال نمایش ثبات خودش بود، دنبال مشروعیت اصلا امر متصوری نبود. یک مشارکت 80% یا 70% که یا 60 تا 65%. پس ولی از یه طرف اپوزیسیون در برای اپوزیسیون هم که میگم اپوزیسیون دموکراسی خواهم بود، یعنی اپوزیسیونی که با برای شرایط انتخابات رو تحریم میکنند یا تو شرکت میکنند، اپوزیسیون نتواند ببرد جامعه رو تو تحریم فعال. عدم شرکت رفتار درستی بود ولی نتیجه راهبردی زود هنگام نداشت. حالا اینجا باید دید این عدم شرکت منجر به وحدت نیروهای اپوزیسیون دموکراتی خواه میشه. به نظر من اینطوری نیست. یعنی نیروهای اپوزیسیون دموکراتی خواه منافع متفاوتی دارن و این کار ما رو مشکل کرده.
اینجاست که باید چه کار کرد که اپوزیسیون دموکراتی خواه به تواند به وحدت عمل برسه، لااقل از این انتخابات یک تجربه به دست بیاد. اینجاست که بحث دیگری من مطرح به یه فرصت کرد که جامعه مدنی ایران میتواند بستر این وحدت باشه، چون گروه های سیاسی در ایران به خاطر سوابق گذشته شون که بیشتر با هم تعارض داشتن که معمولا به وحدت و همکاری نمیرسن و جنبش صف نشان داد با متوجه به اینکه اقشار تحصیل کرده ما وحدت خواه بودن، ولی روشنفکران و جریان سیاسی ما ندارستن به انسجام برسن. در اصلاح طلبا همچنان مرد خودی و غیر خودی حتی برای نیروهای ملی مذهبی و نهضت آزادی تو حدی رعایت کردن و همچنین برخی از نیروهای نیرومندان که میاد خوب سرکوب شده بودن هم نتوانستن گفتمان مشتری که پیدا کنم با اصلاح طلبا، چون اصلاح طلبا کردن میگوین خوب که ما که زور داریم بیام چرا برای یک گروه ضعیفتر امتیاز بدیم. نیروی بیرون از حاکمیت هم میگه ما چگونه میداریم اعتماد کنیم. این تحریم نمیتواند نمایش وحدت باشه، ولی میتواند زمینه های گفتگو خوبی فراهم کنه که شاید بتواند مثلا گره از کار فروبستی مثلا جامعه ما برای دموکراسی خواهی برداره. توضیح هم بدم، دموکراسی خواهی هم که من میگم این مفهوم نیست، به این مفهوم است که ما قبل از اینکه دنبال این باشیم یه چه نظامی داشته باشیم میخوام ببینیم اون نظام ما یا اون حداقل آزادی ها رو حقوق بشر و دموکراسی تاکید میکنم حقوق بشر از نظر من رعایت میکنن یا نمیکنن. ممکن است یه نظام شعارها رو چنانی بدهد ولی اون حداقل ها رو رعایت نکنه. باید دیگه یا محکومت گرد به اپوزیسیون دموکراتی خواه که تا حدودی در جامعه ما در حال شکل گرفتن است اون معیارهای حقوق بشر و دموکراسی خواهی منظور هستش، نه به شما معروف تعریف های ظاهرا من در آوردی. منتها من معتقدم رسیدن به چنین مسیری هم تاکتیک میخواد هم استراتژی میخواد و به دست آوردن آزادی هم با حد معقول هم حتی در جامعه ما یک باره نمیاد، ولی با سمت سوش به اون سمت باشه. من خیلی تشکر میکنم، منتظر خواهم ماند تا دوستان دیگه هم بحث ادامه بدم و به سوالا پاسخ داده بشه و من تشکر میکنم از شما. ممنون. تشکر کردم از جناب رحمانی و خواهش کردم از جناب فتحی که اگر میل داشته باشم من میکروفون رو در اختیارشون قرار بدم و سپاسگزارم از محبتشون. بفرمایید جناب فتحی. با سلام خدمت دوستان عزیز و همچنین دوست عزیز آقای تغییر رحمانی و خوش آمد بهشون. برحال خوشحالم که در این اتاق صحبت میکنم و صداشون شنیدم، چون اولین جلسه هست که بعد از چیز برگزار میشه در سال نو. به همه دوستان این سال نو رو تبریک میگم و امیدوارم که همه این سال خوبی داشته باشیم و خبر خوب بشن. من فکر کنم که این انتخابات از چند نظر خیلی مهم بود، هم برای اپوزیسیون هم برای خود حکومت. برای حکومت مهم بود که بتونه بدون در اصلاح کدهای خامنه‌ای مشکلات امنیتی نداشته باشه انتخابات و بتونه طوری برگزار کنه که بتونه همونطور که آقای رحمانی هم گفتند بهش یک چیز باثباتی، وضعیت باثباتی رو نشون بده و تمام بگیر و ببندها و تهدیدهای قبل از انتخابات در واقع هدفشون برخلاف انتخابات قبلی که توی رسم بر این بود در انتخابات جمهوری اسلامی در اون فاصله انتخابات که برگزار میشد و به هر حال یک مقدار آزادی‌های نیمبندی به هر حال داده میشد به مطبوعات یا به احزاب یا به هر حال فضایی باز میشد که یک سری صداها شنیده بشه. در این انتخابات به همین خاطر برای اینکه هدف متفاوت بود در واقع تمام فضاها بسته شد و بیشتر دستگیری ها، تهدید ها، حتی تبعید ها، تبعید افرادی که فکر میکردن که میتونه مانع و مانع ایجاد بکنه براشون، همه اینها شکل گرفت و این نشوندهنده یک رویکرد جدید بود، به خصوص بعد از حوادثی که بعد از حوادث دو سال یعنی جنبش سبز و انتخاب یعنی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در واقع این براشون برای حکومت در واقع یک نوع مسئله بود که در پیش رو داشت.
برای اپوزیسیون و به خصوص برای نیروهایی که جنبش سبز هم این مسئله مطرح بود که تا چه حد میشه در این انتخابات چگونه میشه چه سیاستی میشه اتخاذ کرد. مهمترین چیزی که وجود داشت همون طرح یک سری مطالبات بود که مثل آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب، اون چیزی که آقای خاتمی به هر حال به شکلی فرمانبندی کرد و قبلا هم توی بیانیه‌های میرحسین موسوی و حتی تو نماز جمعه آقای چیز هم هاشمی رفسنجانی هم روی مسئله تاکید شده بود و اینها یه چیزهایی بودن که یه مطالباتی بودن برای اینکه بشه مثلا نه الزاما این که منم فکر میکنم که نه اصلاح طلبان نه کسی دیگه تو جنبش سبز این تصور رو داشت که من بدون اینکه فشاری بیاد حکومت حاکمیت به خصوص بعد از سرکوب جنبش سبز به این راحتی در مقابل نیروهای اپوزیسیون عقب بنشینه، بلکه بیشتر طرح این بود که این فضای انتخاباتی که هستش یک سری مسائل مطرح بشه و یک سری اذهان رو به هر حال متوجه مطالبات حداقلی که وجود داره برای اینکه بشه در انتخابات به اصطلاح انتخاباتی بشه که بشه در شرکت کرد، این نیروها بتونن در شرکت بکنن، در واقع یه سری مطالبات بود. به هر حال طرح این مسائل نتیجهش این بود که اگر تصور این بود و بیشترم فکر میکنم که خیلی تصورشون بود، یعنی درکشون این بود که حکومت عقب نخواهد نشست، به هر حال مگر اینکه خب نیروی خیلی قوی به میدون بیاد که اونم وجود نداشت و شرایطش وجود نداشتن که الزاما نیروش وجود نداشت، شرایطش وجود نداشت و حکومت در واقع به صحنه غالب بود و روی صحنه در عرصه جامعه رو در واقع در قبضه داشت و این خاطر به هر حال طرح این چیزها نتیجه چیزش این بود، عدم شرکت بود. یعنی وقتی برایند این بود که در واقع عقب نخواهد نشست و ننشست حکومت، طبیعتاً این چی بود؟ عدم شرکت و تحریم بود. تحریم انتخابات بودی حداقل نرفتن به پای صندوق رأی بود. یک بچه دیگرش هم این بود که خب نیرویی که با رأی منکوب خیابان اومد بود و سرکوب شده بود و هیچ روزنه‌ای هم باز نشده بود براش که بتونه حتی اقلهایی رو ببینه که بتونه چیز بکنه، این نیرو هم آمادگی این رو نداشت که حتی اگر کسی هم دعوت به شرکت میکرد بره تو در انتخابات شرکت بکنه. و این واقعیت رو میشه مثلا در انتخابات تهران یا آماری که داده شده حتی با تمام تناقضش یا تو شهرستان‌های بزرگ دید که اون نیرویی که عمدتاً به جنبش سبز تمایل داشت به بخش مهمش به موسوی رای داده بود اینا یا کروبی رای داده بود، این نیرو بدون تغییراتی در شرایطی که کاندیداهای ریاست جمهوریشان تو زندان بود، حالا این نیرو هر چند درصدی هست و هرحال در انتخابات شرکت نمی کرد. رونق انتخابات هم در واقع اگر در گذشته هم رونقی بود در واقع در همین شهرهای بزرگ بود، یعنی بیشتر هرچند البته بیشتر دوست عزیزمون تغییر همانه بیشتر میتونه بگه و ما بیشتر از برمان ناظر از خارج یا چیزی که از خارج میبینیم، ولی این کسایی که در داخل ایران بودن و اینو دیدن و ارزیابی من حداقل اینه که اون نیرویی که به هر حال در انتخابات قبلی هم انتخاباتهای قبلی هم به عنوان نیرویی به عرصه میومد و جامعه رو که میکشون به پای انتخاب در واقع همین منطقه. در همین انتخابات هم که حکومت به هر حال با این تدارکات برگزار کرد، وقتی به نتایج نگاه میکنیم بیدیم که نتایج انتخابات الزاماً درسته که در انتخابات خیلی به هر حال زمینه چینی شد که به هیچ وجه نتیجه غیر متعقبهی در واقع به دست نیاد، ولی وقتی مقایسه میکنیم آرایی رو که به هر حال به داده شده میبینید که به هر حال همین رأیی هم که در همین حدی هم که داده شده یک نوع نشون دهنده
فضای عمومی جامعه هستش، مثلا نیروی مثل نیروی پایداری که ما در واقع به اون یه نوع افراطی‌گری خاصی تر هست که به قول معروف بیشتر نشون دهنده اون روحیه حاکم بر بیت آقای خامنه‌ای هست. اینا این نیرو در مجموع در ازش استقبال چندانی نشدن تا مثلا خیلی هم خرج کرده باشه، ولی به هر حال نیرویی که بیشتر چیز شد نیروی نسبتا معتدل‌تر همین جریانات حاکم بود. یعنی اگر از آرا رو نگاه کنیم مثلا میبینیم که چیز جبهه متحد مثلا ازش علارغم این که خیلی ها فکر میکردن که اگر جریان مهندسی بشه به هر حال بیشتر به نفع جد میشه، به هر حال آرای بیشتری آوردن، یعنی اونجا هایی که رأی داده شده یا اینا به هر حال اون بیشتر بوده، یا مثلا طیفی که تحت عنوان منفردین در انتخابات شرکت کردن در واقع دومین فراکسیون بزرگ این مجلس هست. حالا اینکه این منفردین تفاوت خیلی جاها ممکن تفاوت به لحاظ ذهنیت به لحاظ نقش شخصیت یا نقش تفاوت چندانی با دیگر نیروهایی که انتخاب شدن نداشته باشن، ولی به صفت منفرد وقتی انتخاب شدن نشون میده که این تفکیک حتی در این چیز در واقع صورت گرفته. این نشون دهنده اینه که اون فضایی که در جامعه ما در واقع در رابطه در برخورد به انتخابات وجود داره، استفاده از رأی، همین رأی بی صدایی که به هر حال هر کس در پای صندوق میده خودش چقدر نقش داره، به این آگاهی وجود داره در جامعه و فکر میکنم که ازش در حتی در بسته ترین انتخاباتی که انتخابات میشه گفتش که یکی از اونها بود در این استفاده شد. جنبه دیگه قضیه مسئله اپوزیسیون بود. طبیعتاً این همصدایی که در عدم شرکتی و به شکل تحریم انتخابات وجود اومد فکر میکنم که از قبل وجود اومد، یعنی قبلا بعد از این رأی منکو در واقع بعد از این جریانی که اتفاق افتاد در بعد از انتخابات 22 خرداد و برآمد جنبش سبز که بخش مهمی از نیروهایی را که حتی مثلا در انتخابات هم حتی شرکت نکرده بودن یا دعوت به شرکت نکرده بودن پشت این اعتراض عمومی به تبلیغ در انتخابات در واقع آوردش، این مسئله در واقع میشه گفتش که این همسویی از اونجا شروع شد و در برخورد به انتخابات به یه شکلی خودش رو نشون داد. حالا اینکه مثلا چقدر در برخورد به این انتخابات مشخص در واقع اینا، من هم معتقدم که به انتخابات در ایران نباید به عنوان یه چیزی که در درسته که انتخابات ایران انتخابات دموکراتیکی نیست، ولی نمیشه به گفتش که چون دموکراتیک نیست یا مثلا بخش مهمی از نیروهای سیاسی که از در جامعه ایران به هر حال اقشار و جریاناتی رو نمایندگی میکنن یا حتی اقل گرایشاتی رو نمایندگی میکنن و مخالف حکومت هستن، از اون در واقع منتقلین حتی حکومت در طول همه این سالها از گردونه این انتخابات خارج بودن، نمیشه گفتش که این انتخابات به هر حال نمیشه بی‌تفاوت بود نسبت بهش. اگر به 20 سال اخیر نگاه کنیم مهمترین اتفاقات در کشور ما از طریق انتخابات افتاده، مثلا برجسته‌ترین نمونه انتخابات 2 خرداد یا همین انتخاباتی که 22 خرداد به شکل 23 خرداد 88 همه اینها همه اتفاقاتی که مهمترین اتفاقاتی که تحولاتی که در عرصه سیاسی در ایران اتفاق افتاده به هر حال یک پاشون در انتخابات بوده و از طریق انتخابات و از طریق رأی مردم در واقع به شکلی به بیان آمده. یعنی این بلوغی که جامعه ما پیدا کرده فکر میکنم چیزی هستش که در جامعه به شکلی میشه گفتش که اون روح مدنی هستش که در جامعه ما بعد از درگیری های خونین دهه 60 با حکومت با نیروهای مخالف به وجود اومده و به یه شکلی
عقلانیتی در جامعه پا گرفته که خواهان تغییراتی هست در وضعیت و به یه شکلی میشه گفتش که بیشتر از اون جنبش تمامیت خواهی به یک نوع جنبش مطالباتی فرا رویده و بیشتر روی حقوق و آزادی های تأکید میکنه که این آزادی و حقوق تحت هر شرایطی جزء مطالباتی هستن که از هر حکومتی و از هر جریانی که حضور داره در جامعه میشه خواست و بر اون اساس هم میشه انتخاب کرد، یعنی بر اساس اینکه چه کسی به این خواستا و چه کسی به این مطالبات پاسخ مثبت میده میتونه رأی یا میتونه کمک کنه به تحقق اونها، رأی مردم رو میتونه به دست بیاره. این تحول تحول بسیار مثبتی بوده و این فکر میکنم که در جامعه ما هنوز هم جز به ریشه ترین و پایه ترین چیزیست که همه باید روی همه تحولات سیاسی میتونه روی اون بدون این توجه به این واقعیت نمیتونه به نظر من پاش روی واقعیت پاش روی زمین باشه خواست ها و برنامه های سیاسی. از این زاویه فکر میکنم که اپوزیسیون هم در این تحریمی که صورت گرفت یا علم شرکت این صورت گرفت فکر میکنم که بیشتر یک نوع بازتابی هم از این روحیه در جامعه ما بود، به شکلی بخش مهمی از نیروهایی که در دورهای قبل هم تو گفتم در انتخابات شرکت میکردن و به انتخابات یک نوع فضایی میدادن، یک تحرکی میدادن، تو این دور حضور نداشتن و به هر حال هم فکر میکنم که از این زاویه هم بود که میشه این مسئله نگاه کرد. جدا از یک نوع هم صدایی یا هم سوی تعمیل هم سویی ها رو ایجاد کرد بین یه سری نیروهایی که منم فکر میکنم که به انتخابات در جمهوری اسلامی به این سری مشخص نگاه میکنم، یعنی در هر انتخاباتی با ارزیابی از شرایط و با ارزیابی از واقعیت اون انتخابات و موقعیتی که در شرار دارن بهش برخورد میکنن. از این زاویه فکر میکنم که این هم یکی از مسائلی بود که نزدیکتر کرد این نیروها رو. درسته که مثلا اصلاح طلبان در گذشته مسئله خودی و غیر خودی رو مطرح میکردن، ولی فکر میکنم که از همون موقع که اونها به هر حال در دوی خرداد بعد از دوی خرداد با شعار ایران برای همه ایرانیان به میدان آمدن، عملا در متناقض بود صحبتشون و عملا اون توری خودی و غیر خودی رو فکر میکنم که در عملا خودشون منتفی کردن. این امر درسته که در عمل ممکنه که این شکلی که چیز اتفاق نیفتاد و حتی اونها تو اون دوره هایی که حکومت دستشون بود نزدیکی های معناداری رو با نیروهای حتی نزدیک به خودشون مثل نهضت آزادی و نیروهای ملی مذهبی یا چیز نکردن، نزدیکی نکردن. ولی امروز فکر میکنم که یه مقدار فراتر از این رفته جنبش سبز، فکر میکنم که خیلی ها رو متحول کردن، فکر میکنم که به نیروهای اصلاح طلب هم تأثیر داشته و این همسویی ها در موقع به یک نوع همگامی های جدید هم میتونه فرا رویده بشه. و فکر میکنم که بعد از این انتخابات درسته که حکومت سعی کرد نشون بده که ثبات داره و میتونه امروز با ثبات هم تو که صحبت دوست عزیز آقای رحمانی بود، ولی از این منم فکر میکنم که اپوزیسیون هم به یه شکلی نشون داد که میتونه زبان مشترک پیدا کنه، میتونه گام های مشترک برداره و بتونه فضای، یعنی میشه گفتش که فضای تأثیرش رو فراتر ببره و با یه سری نیروهایی که تا کنون به هر حال هم فقط در حرف ممکن بود همسو باشن، در عمل هم بتونه گام های مشترک برد. خب وقتتون رو بیشتر نمیگیرم، برای فکر میکنم که وقتم هم تموم شد. مرسی جناب مسعود فتحی بسیار گرامی، متشکر از صحبتاتون. دور اول صحبتمون تموم شد و از جناب رحمانی دعوت بکنم برای دور دوم صحبتاشون
این دفعه هم فکر میکنم 10 تا 12 دقیقه اگر صحبتتون رو جمع جور بفرمایید بتونیم بریم به بخش دوم برای سوال و جواب. جناب رحمانی اگر صدای منو دارید لطفا یه 2 بنویسید میکروفون رو براتون آزاد کنم. جناب رحمانی اگر صدای منو دارید یه 2 بنویسید من میکروفون رو آزاد کنم صورتون. ببخشید من این مشکل که رایانم بود به وجود اومد. ببینید من بحث دوم خودم میخوام این طرف کنم، یعنی یه مدر میخوام نگاه به آینده بکنم. نگاه به آینده هم اختبارتی به این مفهوم هست. حالا حاکمیتی که نمیخواد امتیاز بدهد به خصوص با اون نگاه و تحلیل که آقا خامنه‌ای از شرایط جهان و شرایط ایران داره و معتقد است که باید به غرب و جهان نشان داد که تنها بازیگر مایی و قدرتمند مایی که در داخل کشور قدرتی وجود نداره که شما با باش حرف بزنید. این سخن یکی آقای حسین شریعت مداری سال 1972 در سرمقاله روزنامه کیهان انعکاس داد که مدل برخورد با ایران مدل سروستانی خواهد بود، اونا تحت فشار خواهند قرار داد و ما رو خواهند زد. ما مطابقین باید نیروها نیروهای به اصطلاح که میتوانن آلترناتیو داخلی بشن رو بزنیم. نابود ملی مذهبی ها مجاهدین انقلاب اسلامی نهضت آزادی و فکری مشارکت برنامه بود همون سال 79 اول ما با نهضت آزادی گرفتم و همچنین دومی مسئله اومدن گفتن جامعه مدنی، یعنی نهادهای مدنی هم شدن خطر اول و دشمن اصلی. این نظر من یه نکته بسیار مهمی بود، حتی مهمتر از گروها بود و بعد خط بسیارات بیت رهبری و بود دستگاهی در قوه قضاییه بود و به خصوص اطلاعات موازی، یعنی سپاه عمدتاً و حتی بخشی از اطلاعات حتی در زمان خاتمی رفتن به سوی زدن نهادهای مدنی، چون نهادهای مدنی در جامعه شکل گرفته بود که میشه حس بود خانه سینما، انجمن سنفی معلمان ایران، مثلا انجمن سنفی نوادگاران، بعد کانون مطلع داشت که شما زمان در نورد مثلا آقایان یا به نظام مهندسی یا نظام بدشی که اگه فرداداش انتخاباتش انتخابات میرفت ایجاد بکنه، اینا قانونهای قدرتمندی هستن که اگه تو جامعه ایران در کنار نهادهای عقام و تشکلات زنان قرار بگیرن واقعا یک موجی در ایران خواهند رفت. حالا اینجا این که بحثینه به نظر من متقن هستم که در سیاست موقعیت منافع و بینش وجود داره و معمولا موقعیت و منافع و مثبت و منفی درباره منافع حرف نمیزنم، معمولا موقعیت و منافع تعیین کننده حتی بینش یا ایدئولوژی جریانات هست. جنگی جریان بیاد چی قدرت داره در حاکمیت در جامعه قدرت داره حاضر نیست برای یک جریان سیاسی که این قدرت نداره خودکشی کنه. متاسفانه یک کاش اینجوری بود، یعنی میآمد حتی باهاش همراهی میکرد، ولی واقعیت اینجوری نیست، یعنی این اتفاق نمیشد. یعنی خیلی خوشبینی است اگه ما فکر کنیم در صحنه سیاست ایران شما میتوانیم مثلا شرایط جامعه ایران به اینجا برسانید که گروههای سیاسی برای دیگری هم یک فداکاری میکنه، در حالی که دموکراسی وقتی تحکیم میشود که شما از حقوق دیگری هم حمایت کنید. به خاطر تجربه من اینه میگه که ما برای اینکه بتوانیم کنش های اجتماعی خود ما رو هم بروزتر کنیم هم کاراتر کنیم به چند تا عامل نیاز داریم. یکی اینکه زمینی که اگر ما گستره تحول در داخل ایران میبینیم باید بیاییم توان اون دیگه های تحول ها در نظر، استراتژی باید اون توان دیگه های تحول ها رو در نظر بگیریم. در تقیقه این روزه گروه چیستی میره که آفتایی، یعنی خواسته مطرح کنه جامعه نمیتوانه به اون خواسته برسه، شاید اون خواسته درست باشه از لحاظ حقانیت هم درست باشه، ولی توان جامعه اونقدر نیست که بتوانه انجام بده. دوباره مسئله جامعه مدنی میتواند گروه های سیاسی ها که ذهنهای زخمی به هم دارند یا منافع متفاوتی دارند به هم نزدیک کنند. چه جامعه مدنی ایران بسته های و بسته یک آزادی ها رو میخواد که یکی از این آزادی ها میتواند به اصطلاح هر آزادی سیاسی باشه، نه آزادی مدنی میخواد، آزادی اجتماعی میخواد، یا یک آزادی های مطرح مدرن میخواد که اینا میتواند با فرمول بندی شده و به شما عرض دیگه وقتی ارائه میده احزاب سیاسی ناچار بشن با بیاین روی شعارها به شما
کاری عملی میکنم. من میگم مطالبه محوری چیزی که ما در انتخابات مجلس ریاست جمهوری دهم دیدیم، حتی کاندیداها ناچار شدن به مطالبات پاسخ بدن. مثلا خیلی جالب بود آقای محسن رضایی از بلوکهای اقتصادی یا مناطق اقتصادی آزاد در منطقه های بعضی یا هستن جفن یه چیزی بود رو از رو بخواهم میگم شعار بود، ولی اومد یه چه مطرح کرد آقای گرودی از تغییر قانون اساسی به خط به خواست مردم در مجموع حقوق شهروندیش هست. اون یه اتفاقاتی بود که معمولاً اتفاقات در ایران نمیفته. این مسئله بسیار مهمیه که اگه دقت بکنیم ما باید سعی کنیم محور حرکت وحدتگرایانه جریانهای دموکراسی خواهی عینی‌تر بکنیم. ما نمیتوانیم با یک شعارهای اخلاقی صرفا و شعار منفی نگیرید و با یک انسانهای از خود گذشته اینا همه لازم هست راه دموکراسی که تنهایی باز کنیم. باید دموکراسی من جامعه مدنی پیوند بخوره، با نون شب مردم کارگر و کارمند پیوند بخوره، با حفظ آزادی خواهی زنان و جوانان و اقوام پیوند بخوره. چیزم جنبش زن متاسفانه نتوانست اقوام رو خودش جلب کنه و حتی کردار خیلی دیر به خودش جلب کرد، یعنی اشکال جنبش زن بود به نظر من. اینا اگه در نظر بگیری که جنبندی بخواب بکنیم اون چی که اتفاق میفته، ما به این نیاز داریم که اپوزیسیون به طور کلیون اپوزیسیون دموکراتیک‌ها که اتیکای برای رسیدن به دموکراسی درونی واقعیه، با توجه به شرایط جهانی هم باید خیلی خوب در نظر بگیره که الان بحث اینجا نیست و فعلا باید بحث کرد دربارهش، نیاز ما بیدارید اپوزیسیون دموکراتیک‌ها به این سمت در جامعه ما حرکت کنه. در غیر این صورت مثلا معروف نمیشود وحدت عمل به طور تجزیه کرد. یه نقطه دیگم که اصطلاح وجود داره این که میگم باید توانایی جامعه مدنی و نهادهای مخاطب برای تحول در ایران شناخته بشه، این هم یه امر مهمیه. ما یه تجربه داریم دیگه، ما در انقلاب بهمن 57 جوانی بودیم، سرباز رو بهاصطلاح خیلی شوریده و شورانگیز اینجوری بود، هر گروه یک دیری هوادار به نفع خودش جذب میکرد و میآمد که به حکومت رو بگیرد یا با حکومت کنار بیاد. این باعث میشه که اون نیرو از جامعه جدا میکرد، در درون خودش سازمان میداد و در درون به ضربههایی که حکومت تصمیم به سرنگونی سازمان میگرفت اون نیروهایی هم که از اون اخشار بستن پا بودن اونا هم سرکوب میشدن. اصلا هزینه سیاست در ایران اونقدر بالا میرفت کسی جرأت نمیکرد معدودی وارد این هزینه بشود. ما در دموکراسی با هزینه آورد پایین. این خاطر اگر ما به جای گرفتن جامعه در درون سازمان خود یا جامعه در درون خود سازمان بدیم جمع عوض میشه. اونتا سوال اینه، حالا وقتش هم با کامپیوتر بست بشن میشه مطرح کرد، سوال اینه این چه وقت میشه؟ من معتقدم که حکومت هایی مثل حکومت های ما در تزنگاه هایی بشانه ملتحد میشه و این التهاب اگر ما در اون التهاب قدرت حکومت ضعیف میشه و دومی پاچن برنامه تغییر جامعه مدنی داشته باشیم، برنامه تغییر جامعه مدنی داشته باشیم در اول انقلاب نداشتیم، اینه اون موقع میتوانیم این مسئله رو پیش ببریم. تا برای رسیدن به اون زمان ما نیاز به یک گفتگو یک دموکراسی و در این حال ایجاد فضای دموکراسی و رسیدن به یک حد اقلها برای همکاری که بتوانه میخ دموکراسی و حقوق بشر در جامعه چه کوبی نیاز داره. این زمان که این سالها یعنی چنین سالها که بعد از یک التهاب که بدان جامعه خوابیده وقت آن است که با نقد بررسی اعمال درست این راه را هموار کنیم. در غیر این صورت جامعه ما بازم ملتهب میشود، یا با دیر واردش میشیم یا برنامه نداریم یا میخواهیم هژمونیک با هم برخورد کنیم که متاسفانه ایرانی در این مورد بسیار کارنامه منفی دارند، یعنی کسی به راحتی رو باید که دیگر نمیروند و این خاطر شما به میثاقهای مصداقی روشن حول دموکراسی و جامعه مدنی نیاز دارید تا بتوانید وحدت عمل ایجاد کنید و این وحدت عمل باید زمینه ها و گفتگوهایش در چنین زمان ها و در چنین شرایطی به صدا ریخته بشود. این چیزی هست که به عنوان قسمت دوم بعد در این که من جمع‌بندی از انتخابات دوم دادم ارائه دادم و باید اینم بدانیم شما وقتی میتوانی از اطلاع از تحریم فعال یا کنش فعال نام ببرید که اون اخشار مخاطب تو هم آماده یک چنین اقدامی داشته باشن
در غیر این صورت شما در آفزایت میرید و اون اخشار اجتماعی نمیتوانن هم به حد اقل توان مناسب خود که خرج کنند. این سخن من بود که از سلطه دارستم به وقتی رایانم درسته دوباره من برگردم به خواهش میکنم. مرسی. من خواهش میکنم که اگه میشه کامپیوترتون رو ریستارت بکنید که بتونید در ادامه از حضورتون استفاده بکنیم، یعنی نظرات دوستان رو هم داشته باشید. من میکروفون رو میکنم برای ضیاءالدین گرامی. جناب مسعود فتحی، خسته نباشید. من اگر صدای منو دارید لطفا یه دو به من بدید و از دوستانی که تازه وارد شدن به اتاق تشکر میکنم و سلام عرض میکنم خدمتتون. بفرما جناب فتحی گرامی، میکروفون در خدمتتون. با سلام مجدد، من فکر میکنم که بحث این که برحال همون که گفتم در دوره قبل برحال حکومت اهداف خودش رو داشت و اپوزیسیون در واقع اپوزیسیون حکومت یا اپوزیسیون جو من بیشتر تاکید میکنم روی جنبش سبز، نیروهایی که در جنبش سبز و اولوهشون و بعد از توی دو سال گذشته در واقع برحال درگیر بودن با مسائل در ایران، خواست خودشون رو دارن. یعنی به یه شکلی میشه گفتش که باید ارزیابی خودشون رو از این اکسیونی که یا برخوردی که به هر حال در رابطه با انتخابات داشتن و تاثیر این انتخابات در و این در این تاثیری که به هر حال از این انتخابات میگیرن تو باشن و بتونن باش با اون به مسائل به یه شکلی برخورد کنن. من کلن فکر میکنم که تحریمی که یا عدم شرکتی که صورت گرفت به یه شکلی میشه گفت تا اینجا که بتونه به حکومت یا به تحت هر شرایطی به حکومت نشون بده که تحت هر شرایطی به هر حال همه در انتخابات شرکت نمی کنن موفق بود، ولی به هر حال باید یک استراتژی جدیدی رو باید چیز بکنه برای اینکه بتونه مؤثر باشه، در بتونه تأثیر بذاره در روندهایی که به هر حال در سطح جامعه یا در بطن جامعه به هر حال جریان داره. فکر میکنم که من بیشتر از نیروی صحبت میکنم که تحولات رو بیشتر وقتی تاکید میکنم روی این که اپوزیسیون آزادی خواه یا دموکراتی که روش تاکید میکنم، بیشتر نیروی هستش که تلاشش در اینه که بتونه با نگاه به مسائل در اون تحولات بتونه به عنوان یک بخشی از این نیروی تحول در ایران بتونه مؤثر باشه در حدی که به هر حال به خصوص ما که در خارج از کشور هستیم مؤثر باشه در حد خودش در این روندها و فکر میکنم که به این هم تاکید داشته باشه که این تحولات اگر در ایران چیزی شکل بگیره، چیزی تغییر بکنه، در همون درون ایران و با دینامیزم درونی که در ایران در واقع شکل میگیره و پیش میره هستش که میتونه این کار بکنه. از این موضع هم باید مسائل نگاه کنه و هر اقدامی هم که میکنه بتونه در جهت این باشه که بتونه تقویت بکنه نیرویی رو که در درون در تلاش تغییر حتی گام به گام این وضعیت هستش. به همین خاطر فکر کنم که ما نیازمندی هستیم که بیشتر تو این زمینه بحث بکنیم و بیشتر سعی کنیم صداهای بتونیم پیشوار این صدایی رو که حتی در اون شکل میگه در اینجا بتونیم بیشتر پیشوار کنیم و بتونیم تقویت کنیم اون روندهایی رو که یا روندهایی رو که در واقع در داخل ایران شکل میگیره و وجود دارن و بتونیم در این حال که زبان در واقع جنبش در بشین در اینجا در این حال بتونیم یه سری مشکلاتی رو که در واقع این جنبش در جریان عملش داره و میتونه کمک بشه که از خارج بشه حلش کرد، بتونیم براش فکر بکنیم، چاره اندیشی بکنیم و بتونیم به اصطلاح به وظایفی که در قبال این جنبش داریم بتونیم پاسخ بدیم. فکر کنم مهمترین مسئله اینه که از تمام تحرکاتی که
در جهت همین تأمین حقوق و آزادی ها و آزادی های مدنی در ایران شکل میگیره، تقویت بکنیم این آرابیتران در شرایط در درون اپوزیسیون. البته جهت گیری های متفاوتی وجود داره. امروز وقتی که ما از شعارها و خواستهایی صحبت میکنیم که الزاماً این خواستها بیشتر طرح یک نوع مسائلی هستند که الزاماً خواهان یک نوع تغییراتی هستند که این تغییرات الزاماً در شرایط موجود با اون چیزی که در واقع جنبش در اون شرایطی که قرار داره نمیتونن به عنوان دستور عمل این جنبش در واقع مطرح بشن، بلکه از باید روی اون چیزی که هست، یعنی اگر شعاری رو میدیم یا طرحی رو میدیم خاصی رو مطرح میکنیم، باید در جهت یک گام فراتر رفتن از اون چیزی که در شرایط فعلی هست باشه، تا اینکه مثلا یک پرش رو در واقع بخواییم به عنوان یک مبنای مثلا حرکت مشترک قرار بدیم. مثلا امروز وقتی از انتخابات آزاد صحبت کنیم که خواست همه ما هستش که در ایران انتخابات آزاد برگزار بشه، قبل از اون که ما به انتخابات آزاد برسیم، تأمین شرایطی یا برگزاری همچنین انتخاباتی بیشتر از همه مطرح هستش. و یعنی اینکه ما وقتی شعارهایی رو مطرح میکنیم یا مسائلی رو طرح میکنیم به عنوان نقطه اتصال یا نقطه تفاهم بین نیروهای سیاسی در برخورد به مسائل جنبش، باید این نقطه اتصالها یا به این شعارها، این نقطه اتکاها باید چیزهایی باشن که بر اساس اونها بشه در جامعه حرکت معینی و سازمان داد در اون جهت، و نه این که هدف چیز رو یا شرایط مطلوب رو طبیعتا یک خواست یک مطلوب یک چیزیست، ولی طرح راه رسیدن به همچه مطلوبی به نظر من یک چیز دیگه. و اپوزیسیون ایران متاسفانه در خیلی از زمینه ها از یک نقشه راهی که بتونه به طور مشخص با توجه به وضعیت موجود و نیروی موجود و شرایط حاکم بر جامعه ما رو به اونجا برسونه یا جامعه رو به اونجا برسونه، کمتر به این مسئله توجه میکنه و بیشتر شعارهایی رو طرح میکنه که خب بیشتر به آرزو، آرمان و به یه شکلی میشه گفتش که به یک نوع چیز به هر حال مطلوبی هستش که ایدئالی هستش، شرایط ایدئال رو مطرح میکنه. شرایط ایدئال طبیعتا میتونه برای همه نیروهای سیاسی یا برای هر فردی در جامعه، هر نیروی در جامعه میتونه یک آرزو باشه، یک خواست باشه، یک چیزی که برنامه به هر حال هدف نهایی باشه، هدفی باشه که میخواد بهش برسه، ولی مهم این هستش که نقشه راه برای اون هدف چی باشه، با کدوم نیروهایی و با اتکا به چه امکاناتی در جامعه میخواد به اونجا برسه. فکر میکنم که در این شرایطی هم که در این خارج در خارج از کشور به هر حال یک سری تحرکاتی هم شکل میگه که در واقع هر کدوم به یه شکلی میخوان این تحرکات در واقع میخواد یک نوع چشمنداز باز بکنن، توجه به این نکته اهمیت اساسی داره در جهتگیری هایی که هر کدوم از نیروهای سیاسی در واقع دارن برای خودشون میگیرن، اهمیت داره که کجا میخواییم این تحولات صورت بگیری، چگونه میخواییم این تحولات به این تحولات برسیم و با چه روی کردی میخواییم به این تحولات برسیم.
از این زاویه فکر می‌کنم که ما با من با اون نیروهای در واقع همسو هستم یا که به حال در اتحاد جمهوری خواهم روی مسئله همواره تاکید شده است که نگاه به تحولات درون ایران دارند و هر گونه در واقع کار موازی با موازی سازی با در واقع یک نوع میشه گفتش آلترناتیو سازی برای تحرکات در درون ایران رو در خارج از کشور به شکلی مردود میدونن، بلکه بیشتر جهت عمومی رو همون تحولات که میدونن که در داخل کشور صورت میگیره و سعی میکنن که این تحولات رو تقویت بکنن، با تأثیر بگذارن روشون و خودشون رو به عنوان بخشی از این دینامیزم درونی جامعه رو مد نظر قرار میده و برای تغییرات و تحولات پیش رو روی اون تأکید میکنه. من بیشتر جز اون نیروها بیشتر خودم رو میدونم و فکر میکنم که باید تلاش کرد که این همبستگی رو که در جهت تحقق مطالبات جنبش مطالباتی که به هر حال در به جنبش سبز در واقع منجر شد تقویت کرد و سعی کرد در تلاشای رو سازمان داد که در خدمت چنین راه بردی و چنین راه جویی باشد. خیلی ممنون، من بیشتر دیگه وقت نمیگیرم و امیدوارم که هدف بحثم چیزی رو به هر حال اون چیزی رو که میخواستم بگم رسونده باشه. در این حال آماده این هستم که به سوالات دوستان جواب بدم. مرسی.